أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فکر میکنم که ابو هاشم جعفری است محضر حضرت عسکری علیه السلام رسید. این خیلی مهمه. محضر حضرت عسکری علیه السلام بود. حضرت فرمودن که جزء گناهانی که بخشیده نمیشود، من از ذنوب التی لا یغفر، از گناهانی که بخشیده نمیشود اون گناهی است که آدم وقتی کرد میگه ای کاش که من گناهم فقط همین باشه. حالا بیام خیلی در مورد گناهان خودش داره فکر میکنه، میگه ای کاش فقط همین گناهو من داشتم، اونا خیلی بده. این گناهی که وقتی که آدم نگاه میکنه به نظرش حقیر میاد، اگه به نظر من گناهم حقیر بیاد، این گناه حقیر تبدیل میشود به گناه کبیره‌ای که بخشیده نمیشه. خب این بنده خدا مثل آقایان حاضر، خب به نظرش خیلی مسئله مهمی اومد که این چه فرمایشی فرمود، چقدر سخته. تو دلش گفتش که آدم باید مواظب همه چیش باشه. این عرض سخن منه، مواظب خیالاتش هم باید باشه. آدم باید مواظب خیالاتش هم باشه. هر خیالی رو که من نمیتونم خیال کنم که، همین است که من روی یکی از گناهانم تمرکز میکنم، میگم ای کاش که من اصلا هیچ گناهی نداشتم، فقط گناه هم همین بود. خدایی نکرده، خدایی نکرده دروغ گفتم، نم غیبت کردم، نمیدونم چی اینا رو توی ذهنم مثلا نگاه به نامحرم میگم، خب این گناه صغیره است دیگه، ای کاش گناه من فقط همین گناه باشه. تا گفتی این گناه صغیر است، حقیر چیزی نیست، تبدیل میشه به کبیره. اینو عرض نمیخواستیم بکنه، اون فرمایش بعدی رو. تا این فرمایش امام شنید، پیش خودش گفتش که عجب، آدم باید مواظب خیالش هم باشه. آدم مواظب خیالش هم، هر خیالی میدید، نه دائما مواظب خیالش باشه، اما آدم هر خیالی نمیتونه بکنه، هر چی به نظر من اومد خب اومد، نمیشه. امام اینجا دست گذاشتن، امام علیه السلام دست گذاشتن رو این نکته، اینی که تو ذهنت الان گذشت این مهم بود، اینو ول نکن، رها نکن. آدم باید مواظب همه چیش باشه، مواظب خیالاتش هم باشه. اگه آدم این حرف رو فهمیده باشه، همه حرفای دین رو فهمیده. دین اومده بگه مواظبه، بله، مواظبه رفتار، اعمال، افکار، اخلاق، مواظب باشی. چون یه روزی اون آیه شریفه رو همه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک کسی آمده بود، تازه مسلمان شده بود، خدمت رسول خدا رسید، حضرت گذاشتنش که این بهش قرآن یاد بدن.
مسجد اون گوشه معلم قرآن بود، گفتن آقای معلم قرآن این قرآن یاد بده. حالا خصوصیتش البته خیلی واضح نیست. این رفت و پیش اون معلم، حالا مثلا سوره اول بود، سوره دوم بود، چندم بود، نمیدونم، قاعدتا مثلا باید سوره حمد و اول یاد میدادن دیگه. سوره حمد، نماز بدون سوره حمد که نمیشه، پس حمد و اول یاد میدادن، بعد یه سوره دیگه هم لازم داره نماز، یه سوره دیگه هم بیاد. مثلا ایناش روشن نیست دقیقاً که چی. این در هر صورت استاد به این استاد قرائت به این سوره اذا زلزلت الارض رو یاد داد. این خب تا آخر که یاد گره بلند شد، بلند شد بره. کجا داری میری؟ تازه اولشه. گفت همه چی رو یاد گرفتم دیگه، همه حرف دین یاد گرفتم. دین میگه که اگر یک ذره کار خوب کردی، یه ذره خوب کردی میبینی، یه ذره کار بد کردی میبینی. اونجا فرمودن خیالت هم مواظبت کن، هر خیالی رو نمیتونه بکنی. آقا هر نگاهی رو من میتونم، هر نگاهی رو نمیتونه بکنی. هر حرفی میتونه بزنی، هر حرفی رو نمیتونه بزنی. هر حرفی آدم میتونه گوش بده. یه نفر داره یه چیزایی میگه، منم وایسادم دارم گوش میدم. خب اگه تو بری مجلسش میشکنه، اگه حرف نادرست میزنه نمیشه وایسی گوش بدی. یا باید آدم مقابله کنه، حرف مردم میزنه، من باید مقابله کنم. نه، این حرفی که تو میزنی غیبته. اگه حرفی که تو میزنی غیبته، خب وظیفتو انجام دادی. حاجهای حق شناس میفرمودن که توی مجلسی ما گیر کردیم، این بند خدام شروع کرده بود میبافت دیگه، میگفت و میگفت و میگفت و هرچم اون میگفت من جواب بهش میدادم. هر چی میگفت من جواب میدادم. شب توی خواب به من فرمودن که چرا تو اون مجلس نشستی؟ آقا من دفاع کردم. در مورد مرحوم امام بود رضوان الله علیه، در مورد ایشون اون حرف میزده. گفتن هر چی میگفت من جواب میدادم، دفاع میکردم. چرا نشستی؟ آقا من دفاع کردم. نه، وقتی حرفتو نپذیرفت باید بلند شی. اینا مقدمه است برای این جمله که میخوام عرض کنم. هر وقت 10 دقیقه شد ما وقتی که به این عالم آمدیم هیچ در بندی، هیچ قید و بندی نداشتیم دیگه. متولد که آدم میشه فقط بر اساس غریزه عمل میکنه. گرسنه میشه بچه، میگه بر اساس غریزه، غریزه بهش میگه که گریه کن، گریه میکنه. اگه مثلا جاش بد شده باشه، خراب شده باشه، پاش بسوزه، گریه میکنه. غریزه، فقط حکم غریزه است. خب من الانم دارم طبق غریزه عمل میکنم. اینجا اومدم خدمت شما طبق غریزه است. از اینجا میخوام برم یه جای دیگه برم، اونجا هم طبق غریزه. اینجوریه یا نه؟ من دیگه از غریزه نجات یافتم. غریزه یه آزادیایی داره برای خودش. آدم خدا آزاد خلق نکرده دیگه. هم حرف قبلی، آدم باید مواظب خودش باشه. ما آمدیم اینجا که از اون آزادی که به طور طبیعی داریم هر کاری دلمون میخواد به طور طبیعی میتونیم بکنیم دیگه، مگر موانع عرفی و مثلا طبیعی باشه. من میخوام پرواز کنم، خب نمیتونم پرواز کنم مثلا. من میخوام همه پولای عالمو داشته باشم، همه قدرت‌های عالمو داشته باشم، خب نمیشه. غیر از اینا آدم میخواد همه کار بکنه و آزاده. نه، من اومدیم از این آزادی که به طور طبیعی به آدم داده شده بره در تحت یک برنامه نظم. آدمی که منظم شد میشه آدم. بفرمایید فرزند آدم، فرزند آدم اگر
منظم شد، تونست. چشمش منظمه، گوشش منظمه، زبونش منظمه. خدمت آیت الله مصباح بودیم یه جایی مجلس کوچیکی بود، اون دوستم از این سوال میکرد، گفت هر سوالی میکردم هی مثل که داره میجوه، حرفا رو داره میجوه، اینجور حرفا میجوه میگزنه، به من یه حرف میزنه همینطور یه میپرونم یه چی جواب. آخه اون حکیمه، اون داره میجوه حرفاشو اینجور. آدم باید به همچنین نظمی تو زندگیش برسه. در تحت هیچ فرضی من از دهانم فحش نباید خارج، در تحت هیچ فرضی از دهان من فحش نباید خارج بشه. بدترین جور ظلم به من شد، مثلا بدترین رفتار رو با من کردن، خب من این دهنم باید اینجا بسته باشه، کنترل باشه. نظم، این نظم رو اسم شما میذاریم ادب. آدم آمده مؤدب بشه بعد از این دنیا بره، اون عالم برای مؤدب جایگاه داره، اونجا مرکز جایگاه سلطنت آدم هاییست که مؤدب شده اند، به مقدار ادبشون سلطنت دارن. این امیرالمؤمنین ما میگیم امام المتقین دیگه، امام المتقین جزء القاب امیرالمؤمنینه، امام الموحدین، امام المتقین. امام المتقین متقی یعنی کی؟ کسی که همه چیش مؤدب شده، همه چی در اختیار خودشه، خیالش هم در اختیار خودشه و و و. خب این اون وقتی آدم به نهایت میرسه که خیالش در اختیار خودش باشه. خیال نمیشه، در خیال آدم در اختیار خودش باشه نمیشه، اما میشه. زحمت دادم اگه بکشه میشه. خیال ما بیدر پیکرترین بخش از وجود ماست. خیال ما همینطور پر، همیشه که من نشستم خدمت شما دارم صحبت میکنم، ده جور دیگه هم ممکنه. البته چون آدم داره صحبت میکنه دیگه ناگزیر باید فکر کنه که صحبت میکنه، این حواس جمعه. اما مثلا من نشست میشم دارم حرف گوش میدم، در این حال ده جا در طول مدت منبر، مثلا ده جا بیست جا میرم و میان. این میشه من اینو کنترل کنم؟ اگه این کنترل کنی شما به ادب رسیدی، ادبی که خدا میخواسته رسیدی، نمره 20 داری. من حاسد مهدی قوامو نمیدونم هیچ کس اینجا هست دیده بودین کسی هست؟ خدا رحمتش کنه. گفتش که خوابش دیدم اومد از جلوی اتاق ما عبور کرد، حالا من مقدم اون تاخرات عرض نمی کنم. رفت برگ، آها کجا بودی؟ رفتم امتحان بدم. چند چی شد؟ گفت 20 شدم. این میشه نمرش 20؟ کسی که اختیار خیال خودش رو هم در دست داشته باشه، کسی که اختیار خیال خودش داره دیگه چشم و گوش و زبون و همه چیش در اختیارشه. ما برای همچین اختیارداری، اگه کسی اختیار خودش داشته باشه، اختیار عالم هم داره. یه دست بارا میکنه باران میباره. یه دست میکشه آشخیب الله گلپایگانی، یادتونه؟ دست میکشید به مریض، دست که میکشید خوب میشه. ما دیر متوجه شدیم، دیر متوجه شد که باید چی کار کنیم. رفت فرصت از دست رفت. حالا عرض اینه که یه ذره آدم با ادب تر باشه بهتره، چون سلطنت اون عالم رو به مؤدبا میدن. هر چه آدم مؤدب تر باشه آنجا بهره‌مندتر است. قرآن داره و جنت ارض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین.
یه بهشتی بر اون آدم های مؤدب که کاملا مؤدب شدن، یه بهشتی است که پهنای آن به پهنای آسمان ها و زمینه، پهنای آن طولش نمیدونیم یعنی چی، پهنای اون بهشت به پهنای آسمان ها و زمینه، همه عالم زیر پاشه در تحت سلطنتشه. او عدت للمتقین و جنت عرض و هست سماوات و العرض او عدت للمتقین. ما باید اونجا برویم و اونجا تا ابد، سلطنت ابد، سلطنت ابد. برای ما این بار همه نفر به نفر ما اینو گذاشتن، نمیرسی؟ میگن که اون زیادیاش که شما نتونستی تحصیل، چون باید خودت تحصیل کنی، زیادی که نتونستی تحصیل کنی میدن به اون درجه بالایی ها، میگن اونا وارث بهشت میشن. یه گفتن یه بخش از بهشتو که زیاد مونده اندازه من نبوده میدن به دیگران، اون آدم خوبایی درجه یک. السلام علیک یا ابا عبدالله. على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.